سلام. خب درخواست این که خیلی ازم توضیح خواستم و فکر کردن که من حرف دروغی دارم میزنم یا چیزی واسه پنهون کردن دارم و اینا، از این حرفا تصمیم گرفتم که مثلا یه ذره صحبت کنم راجع به اتفاقایی که روز اول که من رفتم پیش این آدم روانی تا آخرین روزی که پیشش بودم مثلا افتاد. اولا که من با منیجر ایشون هماهنگ کردم که گفتم واسه کارو تتو که هم خود آقای تتو رو بندارم، چون من قبلا هم ایشونو دیده بودم. و اینکه خوشبختانه یا چه بگم متاسفانه اون موقع انقدر روانی نبودن، چرا اون موقع من آدم نرمال غیر قابل تحمل بودم ولی نه به این شدت. و منم تو دوره‌ای بودم که داشتم کار می‌کردم و به فکر بالا بردن بله و موقعی بودش که من می‌خواستم پیجم ببرم بالا و اینکه به این فکر کردم که برم واسه ایشون هم یا واسه دوستاشون تتو بزنم که هم واسه پیجم اوکی باشه. حالا خب آرتیست واقعا کسی بعدش نمیاد که از نزدیک ببینتش، غیر از اینم نیستش، با اینکه خیلی آدم روانی و مریض و مشکل داری هستش، ولی خب همه دوست دارن که حالا شده یک ساعت دو ساعت باش وقت بگذارونن، از حق نمیگذاریم دیگه. اولین روزی که من رفتم ازم خبر آها شماره آقای فتل رسما فرستاد که مریض گفتش که تو رو طبیعت واسه من فرستاده، زود بیا حالم بده و نمیدونم فلان و بیا که بهتشون بدم سر جای سرت کجاست و آغوشم و فلان اینا. من گفتم باشه حالا میام. گفت همین امشب الا بلا همین امشب همین الان اصلا نه بریم. من تو سالن سر کار بودم. گفت حتی نرو حاضر شو آ همین آپا شو تاکسی بگیر بیا، اصلا نیازی نیستش بری خونه حاضر شو فلان دیگه. منم بوده کارم انجام بدم پاشادم رفتم. عرضم به خدمتتون که همون شب اول که ایشون یهو فاز گرفت که نمیدونم اسم دوست پسر قبلی من رو گردنم تتو بود، گفتش که چرا باید اسم یکی دیگه رو گردن تو باشه، نمیدونم اسم امیر تتلو رو تو نداری رفتی اسم یه پسر دیگه رو زدی، من دیدم تو این زندگی و از این دیونه بازیه که خودتون باش آشنا هستن، یعنی بیشتر کسایی که حتی فن پیج تتلو باشن فکر کنم دیگه با این دیونه بازیاش آشنا باشن. بعد رفتش پیج اینستای من رو کرد، استوری ورزشیمو اینا رو نم چند تا از پستامو فلان همه پاک کرد. بعد گفتش اینا چرا بعد توی چیز باشه، نمیدونم چشمای غریبه بهت نگاه کنه رسوخ میشه فلان میشه پیر میشه. گفتم باشه الان چیکار کنم. بعد رفت تو استوری یه استوری گرفت که اونم حالا دوباره واسه که اون استوری هم حالا دوباره واسه تو میذارم که برگشت میگه که نمیدونم فلان و بیستار چرا بعد همچین استوری داشته باشین فلان اینا. منم گفتم که پاکش میکنم که همین اونا رو پاک کردم و شروع کردش این آقا پاک کردن اسم قبلی دوست پسر من از رو کردنم. خب این آقا که تتو آرتیست نیست، آرتیست هست ولی توی موزیک نه توی تتو. برداشت با دستگاه تتو چهار تا رنگ کشتر انقدر رو کردن من روی اون چیزا نبهش، گفت انقدر باید بزنم رو از زخم بشه کنده بشه بریزه یه دور دیگه پوست بیاد بعد دوباره حالا درستش میکنیم. که بعد با خودکارم اسم خودش رو نوشت، یه دختر خانم اونجا بود داد اونم روش تتو کرد اون اسم رو، اسم خودش رو نوشت. که بعد برگشت گفتش ببین من اسم اونو پاک کردم اسم خودم هست. والا من اصلا از این قضیه راضی نبودم که نه همچین اتفاقی واسه من بیفته. من رابطه‌ام با اون دوست پسرم خیلی وقت بود خاطر شده بود ولی خب با بودنش اصلا مشکل نداشتم، اصلا تو دیدم نبود که بخواد اذیتم کنه یا هر چیزی، ولی با کنده شدن گوشتم مشکل داشتم. پس این درخواست من نبوده که تتلو تو رو خدا بیا واسم تتو بزن، که الان تو چیزایی که خوندم یه کامیونیتی گذاشته بود تو یوتیوب که این دختر اومده اصرار کرده که بیا واسم تتو بزن که نمیدونم فلان شه بیشتر شه. خلاصه اون تتو رو تموم کردن ایشون و فردای اون روز برگشت گفتش که من میخوام نیو فیس بیارم. گفتم باشه. گفت علی تو جای خودتی، یعنی تو سوگلی منی که من نیو فیس میارم. گفتم بیا نیو فیس، من با ایشون مشکل ندارم و فلان و اینا. که برداشت دختر خانمی آورد که همون روز به خاطر اینکه من از تتو آرتیستشون یه سوالی کردم، از آقا میلاد تتو آرتیستشون در مورد پرینتر یه سوالی پرسیدم، این برگشت من گفتش که تو به چه حقی با نامحرم صحبت کردی؟ گرفت انقدر زدتم تا آدم اتاق خودش کشون زدتم اردتم تو اتاق خودشم کلی کتکم زد. بعد از همین اون کتکا گفت باید بری ورزش کنی، نمیدونم زامبی شدی روح طلوع شدی روح فلان رفته تو من بری ورزش کنی که این از تو در بیاد. منو با کل بدن کبود و آسیب دیده فرستاد تماده پایین واسه ورزش و اومد یه هایی دوباره زدت هم همونجا و موهام کوتاه کرد از ته سفید سفید. و اینکه گفت چون دستای نامحرم بهش خورده و نمیدونم این حرف ها بحث سوختگیه و اینا نبود. و بعد یه چاقو اومد گذاشت سیر گردن هم تهدیدم کرد. بعدش یه دونه انگوشت بر آورد به جای تیغ داشت اینجای انگوشت میرفت توش، انگوش میرفت روش که انگوش از دو طرف تیغ میومد میبرید. که گفت هنوزم نمیترسم انگوشم که چون کشیدم میگم گفتم من هنرمندم نکنم من به انگوشتام دستم احتیاج دارم باش پول در میارم. گفت ها پس اگه هنرمندی هرش بد میگم بگو غلط کردم گفت خوردم که دیگه اتفاقی واسط نیفته. گذشتش که این کارو با من کرد اون دختر نیو فیسی که اومده بود از ترس این کارهایی که این داشت با من میکرد زد زیر گریه فرار کرد رفت.
خلاصه این دختر خانومم رفت و اینکه من اجازه رفتن نداشتم. حتی قبل از این داستانم دو بار تاکسی گرفتم، دو بارش هم تاکسی رو کنسل کردم. من نتونستم کسای دیگه رو آدم کنم، تو یه نفر رو آدمت می‌کنم. و اینکه بعد این داستانو بردم تو اتاقش، بغلش خوابوند و گفتش که همینطوری میگی میخوابی. من پرده گوشم من اون شب پاره شده بود، کل سرم هم کبود بود. فیلم گوشم هم براتون میذارم که کبود بود، دور تا دور سرم گوشم کبود بود بدنم. و به زور اون شب خوابوندتم کنار خودش، بغلم کرد، گفت ببین اصلا به فرار کردن و اینا فکر نکن، به خاطر اینکه بعدش میفهمی چه بلایی سرت میاد اگه بیدار شدم کنارم نباشی. میبینی خلاصه که این آدم خوابید و صبح من پاشدم رفتم تو دستشویی، لباسامو پوشیدم، دور چش کبود از گوشم. آهان توی موقعی که داشتیم میخوابیدیم از گوشم خون همینجوری داشت میومد، التماسش میکردم، گریه میکردم، گفتم بذار برم دکتر لااقل. میگفت به جهنم به فلانم، گوشی که حرف حساب حالیش نیست هم بهتره که کر بشه. که من حتی احتمال ضربه مغزی شدن هم میدادم، انقدر با لگد تو همه جای سرم زده بود و کل سرم کبود بود، انقدر سر من گیج میرفت اصلا نمیتونستم بشینم. این داشتم میگفتم که صبحش بیدار شدم، باشه رفتم تو دستشویی حاضر شدم، لباسامو پوشیدم که بیام بیرون. اومدم دستشویی بیرون دیدم بیدار شده، برایش گفتم مگه نگفتم بیدار شدم بغل من باید باشی. منم برگشتم گفتم که من اومده بودم دستشویی، یعنی هول شده بودم اصلا نمیدونستم چیکار کنم. اومد جلوم وایساد. فقط این تیکر میگم که بدونید باشه آدم مریضی طرفید و طرفداری چه آدم مریضی رو دارید میکنید و حق رو بهش میدید و بعضیاتون گولش رو میخورید. اومد رو برون وایساد، اول پرتم کردم اوبل، دوباره دو سه تا کتکم زد و چلوارش رو کشید پایین و دستشویی کرد روم. بله این آدم در این حد روانیه، این آدم در این حد مریضه و نمیدونم چی لایقشه واسه گفتن. بعدش حالم داد تو همون، گفت پاشو برو همون، گربه هاتم آوردم اینجا. من خبر نداشتم از هیچی، همون کرده بود گربه هامو آورده بودن خونهش. گفت گربه هاتم اینجا، گفتم نه گربه هام دست دوستم. خندید گفت گربه هات اینجا، کوچکترین حرکتی بکنیم. بخش من صدا میگیره، استرس حرفشم زرم استرس وارد میشه، نمیتونم یادم میاد. گفتش که گربه هاتون مدن اینجا، اگه جلوی نوازنده ها کوچیکترین آب روزی بکنی یا بیای بیرون میخوای حرفی بزنی نمیدونم فلان، گربه هاتون اول نفر میکشم، بعد جنازه شون هم همینجا دفن میکنم، خودت هم زیادی بری تو مخم تو هم میکشم، تو هم همینجا دفنت میکنم. و اینکه دیگه من سعی کردم که دیگه یه ذره کنار بیام با شرایط و داستانا. میگفتش که تا دم کنسرت لااقل دووم بیار، بعدش هر کاری دلت خواست بکنه، اگه خواستی بریم برو نمیدونم فلان. اصلا نمیدونم این آدم روانی مریض واسه چی اصلا سعی داشتش که منو تا کنسرت نگه داره یا هر چیزی. البته به خاطر جای کبودیام و اینا هم بود، میگفتش تو از اینجا بری بیرون میری شکایت میکنی، مثل اینکه دوست دختر قبلیشون هم ازشون شکایت کرده بودن به خاطر زرد باشد. و اینکه منم که زیر چشم کبود بود، دو تا گوشام کبود بود، یکیش که پرده گوشم پاره شده بود، کلا خون میومد، کلا دور گردنم سرم پاهام بدنم اینکه آسیب دیده بهمون بدنم که آسیب دیده بهمون برداشته. و اینکه یه قرص اومد کرد تو حلق من به زود دهنم باز کرد اینطوری. اینا بگم توی اون ضرب و شتم و اینا ده بار انگوشش رو تا تن کرد تو حلق من. من اینقدر سرفه میکردم که جونم میومد بالا، یهو ولم میکرد یا دستش رو میذاشت رو گردنم، اینقدر فشار میداد که نفسم بند میومد ول میکرد. و من که آقای قرصی کرد تو حلق من به زور انگوش تا تحت کرد که قرصو بر پای من درنمو چک کرد، گفتم دختر بعد هر روز این قرصو بخوری که زامی نشی دیگه. خلاصه که به من میگفتش که اگه دخترا با کسی چش تو چش بشن یا صحبت کنن حتی با یه دختر دیگه زامی میشن. واقعا نمیدونم چی بگم. و اون شبی هم که منو گرفت ساعت که اون یکی دختر که ترسید رفت، فرداش گفتش که من فهمیدم اون روح اون دختره رو نیو فیس رفته بود تو، به خاطر اینکه تو دختر خوبی ولی اون رفته بود تو زامی شده بودی، بعد کتک می‌خوردی که روح اون از تو در بیاد، بعد انقدر کتک می‌خوردی که از تو در بیاد. خلاصه دیگه گربه هم آورد اونجا اتاق بغلی. و اینکه دیگه من از اتاق بیرون نمی‌رفتم و کلا یه ترسی افتاده بود تو وجودم که با خودم کنار اومدم که کاری نکنم واسه فرار کردنم که بدتر از این نشه جریان. خلاصه که غذا می آورد توی اتاق، صابون نهارش هم میداد بهم، خودش هم میرفت و میومد و اینا. گوشیم هم که دومین روز اول روز که ازم گرفت گوشی بود، دومین روز از اتاقش از طبقه سوم پرت کرد تو استخر خالی، دوبار پرت کرد، یه بار پرت کرد خدمتکارش صدا کرد فرداش دوباره پرت کردش. فهم کردم ببین من مو به مو بخوام توضیح بدم اتفاقاتی که واسم افتاده هم الان داره واسم الان واسه خودم یه سریاش داره مرور میشه که حتی یاد خودم نمونده بود که چه بلاهایی سرم اومده. اون گذشت اون روز
زنگ زد تناز، تناز تتلیتی که فکر کنم بیشتر تتلیتی بشناسنش، من نمیشناختمش. اون اومد اون روز دوباره من کتک خوردم، مجبورم که بشنم از خودم تتو بزنم با اون حال، با اون همه کتک خوردن و سرگیجه و حال بد و دنده آسیب دیده و گوش آسیب دیده و دست و بال آسیب دیده، نشستم از خودم تتو زدم. شبش دوباره شروع کرد زدنم تناز، آورد صدا کرد، آورد تو اتاق و شروع کرد زدن تناز. انقدر زدش، بعد بهش گفتش که اگه این رفت شکایت کرد، بهش گفتش که اگه این رفت شکایت کرد از اینجا قرار کرد رفت شکایت کرد، تو میگی که ما هم دعواتون شده، این تو رو زده، تو اینو زده، تو اینو زدی. که همون شب تناز به من گفتش که ببین از پنجره فرار کن، ولی من چون توی بغل این آدم میخوابیدم همچین راهی نداشتم که از بغل این بیام بیرون و فرار کنم، ولی تناز چون تو اتاق بغلی بود فرار کرد، همون شب رفت. کسی که به گفته خود تتلی او 20 سال تتلیتی بود و 20 سال هوادارش بود و به خاطرش از انگلیس اومده بود، فرار کرد، از اون خونه رفت و به منم هشدار فرار کردن رو داده بود، ولی من شرایطش رو نداشتم چون من تو بغل این آدم بودم و یک ثانیه ولم نمی کرده. شبا صبحم که کل اعضای خونه بیدار بودن و من اگه میخواستم فرار کنم فقط واسه خودم دردسر درست میشد و بیشتر آسیب میدیدم و بیشتر تو خطر میافتادم واسه کسایی که میگن چرا فرار نکردی و تتلو میگه که هر کی خواست بره فلان. تتلو خیلی حرفا میزنه که واقعا هر جور بخوای حساب کنی راست نیست. همین چیزایی که چند دقیقه پیش توی اینستاش نوشت که نمیدونم این لباساش فلانه بیساره، من با لباسام مشکلی نداشتم آقای محترم، آقای محترم تو با لباس باز پوشیدن و نمیدونم لباسای خوشگل دختر مشکل داری و میگی دختر بعد لباس گشاد و گنگ بپوش و اصرار داشتی لباسای تو رو بپوشم، مگر من با لباسای خودم هیچ مشکلی نداشتم و اینکه خب لباسام اونجا نبود که بخوام بپوشم و اجازه بیرون رفتن و آوردن لباسامو نداشتم که بخوام این کارو. حتی وسایل تتوی منو ایشون یه نفر فرستادن رفتن از سالن کاری من برداشتن آوردن تو خونش، گربه‌هامو آوردن تو خونش و من حتی رفتن اجازه رفتن بیرون و برداشتن لباسمو نداشتم که اومدی میگی که نمیدونم این لباس نداشت واسش لباس گرفتم فلان بود. دستش خط داشت، بله من دستم خط واسه 14 15 سالگی من موقع مد بود همه این کارو میکردن، منم کردم. تو یه نگاه به قیافه و سر و وضع خودت بنداز، کاش اندازه دست من خط رو تنت بود فقط. چی میبینی تو خودت که راجع به خطای دست من اومدی داری نظر میدی؟ کسی که روزی 60 تا آلپارازول میخوره، 20 تا ترامادول میخوره، 10 گرم ماشروم میخوره و خیلی چیزای دیگه استفاده میکنه، چجوری من داره نظر میده راجع به سلامت روانی من یا هر چیز دیگه؟ خلاصه که دیگه من کل وسایل تتو گربه هامو اینا اونجا بود، یعنی اگه 1% فرصت فرار کردم پیدا میکردم، 1 گوشی نداشتم تو گربه هامونجا بود و نمیتونستم برشون دارم، و 3 وسایل تتوم از پرینتر و رنگ و دستگاه و هر چیزی، رینگ لایت و هر چیزی که شما فکر کنید مربوط به کار میشه دیگه. به خاطر همین چیزایی سعی کردم به کنار اومدم با شرایط و دیگه هر کیم که اومد فرار کرد و ایشون هم به تمریناش میرسیدن و منم تو اتاق میشستم صبح تا شب با آیپد ایشون پینترست نگاه میکردم و اینکه من حق حرف زدم و هیچکی نداشتم. با مامانم و بابام و دوستای خودم میشست بغلم، با بابام که نه، به خاطر اینکه اگه با بابام صحبت میکردم چون مرد بود روحش میرفت تو روحم و زامبی میشدم، ولی با مادرم مثلا میتونستم با گوشه ایشون میشست بغلم گفت اینو بگو اونو بگو، وایس میفرستادم یا به دوستم نزدیکم همینطور میشست بغلم، یا اگه دوستم ویدیو کال میکرد با گوشه خود ایشون میداد به من صحبت کنم، میگفت تو چشاش نگاه نمیکنی صحبت میکنی، بله میگفت که تو چشاش نگاه نمیکنی صحبت میکنی، و میگفتش که بعد دور چشات بشینی نمیدونم تتو بزنی، اگه تتو نمیزنی دستگاه خالی با سوزن بکشی دور چشمات یا نمیدونم ناخن بکش فلان کن. من مجبور کردم نشستم کل تتوهایی که داشتم رو به زور یه دور دیگه روشون رفتم، میگفتش اینا چون پسر وسط زده باید یه دور دیگه خودت بزنی روشون رو زخم کنی، اون زخما بریزه که اون انرژی اون پسر از توت بیاد بیرون، و حتی میگفتش که کل دنده هات و این سرت باید بشکنه، این گردنت باید بشکنه که رسوبات نگاه های سنگین پسره که باعث رسوبات شده تو بدن پس بین برو از نو ساخته شه همش. میگفت خب بیاد چرا تو دعوا این کارا، آها نه اول که میگفتش که ببین من تو دعوا هم حواسم هست که بزنم بشکونم که از نو ساخته شه، و بعدش برگشت گفت چرا تو دعوا این کارو بکنیم، بیا توی دوستیمون مثلا تو حال خوب و شرایط خوب این کارو بکنیم، بزنیم اینجا رو بشکونیم زیر چشا رو این سر و نمیدونم گردن و دنده ها رو بشکونیم که از اون ساخته بشه که نمیدونم که غیر قابل مردن بشیم، نامیرا بشیم به قول خودش، چون میدونید که تتلو نمیره فرد نامیراست. و کل این کفشایی هم که عکسشو گذاشت و اینا، این حتی رفت بالنسیاگا گرفت واسه من کترینی واسه یه کنسرت بپوشم، من گفتم بابا من اصلا این توی که میگه گوشی و نمیدونم صفحه مجازی و اینا ماتریکس، ماتریکس در بیا، خود این برند ها ماتریکس، آدم با پوشیدن چهار تا چیز برند به نظر من شخصیتش بزرگ نمیشه، حالا تو برو خفن ترین برند رو بپوش ببینم شخصیت تخمی که داره تغییر میکنه نه. و من گفتم که من از این کانورس خوشم میاد، یه دونه کانورس واسه من بگیر اوکیه،
که دیگه خودش از چند تا رنگ کانورس گرفت و لارج بازی در